بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه بحث خودمون از شرح و توضیح آیات مبارکه سوره یوسف در آیه 15 از این سوره بودیم که قسمت اول از این آیه رو توضیحات مختصری راجع بهش خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کردیم، اما قسمت پایانی این آیه هم نکاتی دارد که انشاءالله با توفیق الهی مطالبی رو راجع بهش خدمت شما عرض میکنیم و انشاءالله ادامه داستان رو با همدیگه پیگیری میکنیم. در ادامه خداوند تبارک و تعالی وقتی مطرح میکنه که برادران یوسف او رو به سمت چاهی که از قبل اون چاه رو پیشبینی کرده بودن برای اینکه یوسف رو در اون چاه بیندازند، یوسف رو با خود همراه کردند و بردند و به نتیجه کار به جایی رسید که برادر خودشون رو داخل چاه قرار دادند. و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون. بعد از این که او رو به داخل چاه میخواستن بیندازند، از اینجا وحی به حضرت یوسف آغاز شد. حالا مفسرین اختلاف دارند که اینجا این وحی به طریقه نبوت بوده است، یعنی اینجا بوده که حضرت یوسف خدا به صورت وحی برای پیغمبرانش با او صحبت کرده، یا نه اینجا وحیش به طریق الهام بوده و هنوز نبوت حضرت یوسف آغاز نشده بوده. ولی ظاهر کلمه وحی و اوحینا نسبت به انسان‌ها این است که خلاصه اونها به مقام نبوت رسیدند و خدا با اونها از طریق حالا یا ملک مقرب خودش جبرائیل صحبت کرده یا حالا به طرق دیگری که با پیغمبران خودش صحبت میکنه. به هر حال قرآن تعبیر به وحی می کند. در برنامه قبل هم توضیح دادیم اینجا اولین جایی است در سوره یوسف که از سخن گفتن خدا با حضرت یوسف صحبت به میان آمده و این کجاست؟ اونجایی که دیگه تمام علایق دنیوی حضرت یوسف و ارتباطات او قطع میشه و از نزدیکترین کسان نسبت به خودش که برادران خودش بودن قطع امید میکنه و میبینه دیگه هیچ کس جز خداوند تبارک و تعالی در اینجا یار و یاور او نیست. روایتی هست در ذیل این آیه، حالا البته روایات تفسیری بعضیش از لحاظ سندی اونقدر
قوی نیست که ما بتونیم، چون صحبتم صحبت پیغمبران الهیه و نسبت دادن اموری به اونها حتما باید به طریق قطعی و با اسانید معتبر باشه، لذا در این زمینه به هر روایتی نمیشه تمسک کرد. ولی حالا روایتی است که بعضی مفسرین آوردن، نه به نحو قطعی ما به حضرت یوسف نسبت نمیدیم، ولی خب چون نکته تربیتی جالبی درش هست، خلاصه اون روایت رو من برای شما عنوان میکنم. و اون هم این است که وقتی که اینها چشم پدر رو دور دیدن ولی هنوز به چاه نرسیده بودن، شروع کردن حضرت یوسف رو اذیت و آزار دادن. اولش این بود که یوسف رو روی یک مرکبه راهواری نشونده بودن، او رو از مرکب به زیر کشیدن و خلاصه از روی اون حیوانی که حضرت یوسف سوارش بود او رو به زمین پرت کردن و بعد هم شروع کردن به زدن حضرت یوسف به خاطر حالا عقده هایی که از قبل تو دل این برادران بود. و خب حضرت یوسف هم طبیعتاً اون وقت در سنین کودکی بود و به حسب ظاهر خب کودک وقتی خودش رو بی یار و یاور میبینه شروع میکنه به گریه کردن. وقتی که داشت گریه میکرد او رو آوردن به سمت چاه تا اینکه میخواستن او رو داخل چاه بیاندازن، ناگهان دیدن، حالا طبق این روایت اگر صحیح باشه، دیدن حضرت یوسف شروع کرد به خندیدن. اینجا بود که برادران تعجب کردن، گفتن که تو فکر میکنی که ما مثلا با تو مزاح میکنیم و شوخیه و این کاری که میخواییم با تو بکنیم از روی مزاحه؟ نه، این گونه نیست، ما واقعا میخواییم تو رو در اون چاه بیاندازیم. گفت نه، به خاطر این من نمیخندم، خنده من از این است که یک روزی نگاه کردم، در قسمت‌های قبل توضیح دادیم که برادران حضرت یوسف دارای اندام‌های بسیار ورزیده و قویی بودند، هیکل‌های خیلی قویی داشتند و خیلی هم از این جهت به خودشون افتخار می‌کردند. حضرت یوسف به اونها گفت که یه وقتی من نگاه کردم به شما برادران قوی هیکل خودم و تو دل خودم گفتم گزندی به من نخواهد رسید مادامی که این برادران قوی رو دارم و اگر کسی بخواد به من آزاری برسونه، این برادران خلاص از من با این بدنهای قوی و ورزیده دفاع خواهند کرد و دل بسته بودم به این قدرت شما. الان میبینم همین شماهایی که من دل بسته بودم و میگفتم کسی با وجود شما نمیتونه من رو اذیت و آزار بده، الان خود شما شدید اسباب اذیت و آزار من و از دامن هر کدوم به سمت دیگری که پناه میبرم او هم من رو مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار میده. و خندم گرفت که انسان حتی به نزدیکترین کسان خودش که برادران خودش باشن نمیتوند اعتماد بکند و باید فقط دل ببندد به قدرت لایزال الهی و به خداوند علیم و حکیم و رحیم که فقط اوست که میتواند انسان رو از هر مهلکه ای نجات بده. و الا دل بستنه به شما برادران نتیجش همین شد که الان خود شما دارید من رو داخل چاه میاندازید. حالا این روایت تا چه حد صحت داشته باشه و وارد بحثش نمیشیم، ولی این نکته توش هست، انسان نه اینکه منزوی باشه در دنیا، نه، باید برادران خودش رو دوست داشته باشه، با اقوام خودش، با همسایگان خودش، با مؤمنین اطراف خودش ارتباط داشته باشه، با اونها همکاری بکنه در کارهای خوب، نه اینکه انسان منزوی از جامعه بشه. ولی دلم به چیزهای دنیوی نبنده از هیچ نوعش، نه به اموالش که به لحظه ای اموال بسته است، در یه لحظه ممکنه تمام اموال انسان از دست انسان بره، نه به دوستان خودش، ممکنه در یک فراز و نشیب زندگی همه دوستان انسان رو رها بکنن و دیگه به درد انسان نرسن، نه به زن و بچه خودش، نه به فرزندان خودش. الان کمند فکر میکنید کسانی که
اینها با چه خون دلی فرزندانی رو تربیت کردن، بزرگ کردن، چه شبهایی که این مادر به خاطر فرزندش از خود گذشتگی کرده، درست نخوابیده، از خواب خودش زده، از خوراک خودش زده، از تفریح و لذت‌ها و همه چیز خودش زده برای فرزندش. همین فرزند بعد بزرگ میشه و الان میبینیم چقدر زیاد شده، پدرشون و مادرشون رو نگهداری نمیکنن، میذارن تو این مراکزی که برای اینجور چیزها خلاصه آماده شده، خانه سالمندان، نمیدونم بیمارستان ها و جاهای مراکز دیگری، و خودشون حاضر نیستند از مثلا حالا یه چیز خودشون بگذرن به خاطر پدر و مادر. من حالا نمیخوام بگم اون پدر و مادر دل بسته بودن به این فرزند، نه اینجور نیست، فقط میخوام این رو عرض بکنم که دل بستن به امور دنیوی حتی فرزندان خودش انسان، حالا نمیخوام بگم پدر و مادر نسبت به فرزندانشون بی تفاوت باشن، به اونا کمک نکنن، نه کمک بکنن، ولی برای خدا، یعنی نظرشون این باشد که خداوند تبارک و تعالی در فراز و نشیب زندگی به اونها کمک بکنه، و الا دل بستن به امور دنیوی نتیجش همین است که خلاصه ما داریم در طول زندگی خودمون دائما با این مسئله سر و کار داریم و میبینیم که چقدر انسان آمال و آرزوهایی داره نسبت به چیزهای متفاوت، که این وسیله مثلا فلان موقع به کار من میاد، این مال برای فلان وقت من باشد و به دردم بخورد، و هیچ کدوم از اینا بعد نخواهد شد. پس دل بستن به امور دنیوی رو بذار کنار، و اینجاست که وقتی از امور دنیوی انسان قطع امید کرد، اینجاست که خدا عنایت ویژه‌ای به او خواهد کرد. حضرت یوسف هم وقتی که درون چاه واقع شد، اینجا بود که اوحینا الی لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون. باز در تفسیر این قسمت از آیه هم بین مفسرین اختلاف هست که منظور از این قسمت چیست. اونی که بیشتر به ذهن میاد و ما مطرح میکنیم، ترجمه تحت لفظی آیه این چنین میشه که ما به حضرت یوسف وحی کردیم که تو به آنها خبر خواهی داد، این امر را، این مسئله را به آنها خواهی گفت، در حالتی که آنها خلاصه نسبت به این مسئله آگاهی و شعور ندارند. شعور یعنی آگاهی کامل نسبت به یک مسئله، ای شعور داشتن یعنی آگاهی و خلاصه علم کامل. حالا این که منظور چیست، شاید بیشتر به ذهن این بیاد با توجه به ادامه داستان که یک روزی خواهد رسید ای یوسف که تو این کار زشتی که برای تو انجام دادن و تو رو در داخل چاه انداختن، تو به اونها یادآور میشی، در حالتی که اونها نمیدونن. اونم وقتی بود که حضرت یوسف به عزیزی مصر رسید، برادران آمدند و از او خلاصه طلب گندم کردند. در مرتبه بعدی که اومدن، حضرت یوسف داستان را به اونها گفت، گفت شما برادری داشتید یوسف که خلاصه با او کار خوبی نکردید، او را اذیت آزار کردید، و به اونها تذکر داد که خلاصه من از قصه آگاهم، و اونا هم نمیدونستن که این شخصی که داره بهشون میگه خود حضرت یوسف است که به عزیزی مصر رسیده. شاید منظور این آیه اشاره به همون پایان داستان باشه که یوسف تو صبر کن، درست اونها تو رو به چاه میاندازن، ولی وقتی که خدا بخواهد و تو دل امید و خلاصه تمام آمال و آرزوها رو کنار بگذاری و فقط متوجه خدا باشی، خدا میتوند کاری بکند که یه وقتی همین داستان رو تو متذکر بشی به برادرانت، در حالتی که اونجا دیگه تو صاحب قدرت هستی و تو مسلط بر اونها هستی و منت گذار بر اونها هستی که به اونها گندم میدی، و این همیشه به اصطلاح و این معروف بین مردم در روی پاشنه
نمیچرخه، یه وقتی هم میشه که تو از موضع قدرتی و اونها در موضع ضعفن. خدا خلاص این وعده را در این آستانه چاه به یوسف داد و باعث دلگرمی حضرت یوسف شد. تا اینجا باشه انشالله، تا ادامه داستان رو در برنامه های بعد انشالله به توفیق خداوند تبارک و تعالی پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.